و سباستیان. همونطور که قبلا شاهد بودین بچه های عزیز، سباستیان بی خبر از همه جا جلوی ماشین گارایاس، کلکسیونر و خوش کننده حیوانات رو که اتفاقا به دنبال سگ سفید یعنی بل بود گرفت. ترمز ندارم، برین کنار، وای برین کنار. آی 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 بل، باید بریم، عجله کن. من هر طور شده اون سگ سفید رو میگیرم، هر طور گیرمش، حالا میبینین من اونو میگیرم. ریزو که قبلا از طرف گارایاس برای به دام انداختن بل اجیر شده بود، تصمیم گرفت با بکار بردن هیلهی صاحب بل بشه. به همین دلیل موفق شد سباستیان رو فریب بده و اونو از بل جدا کنه. خیلی ببخشید، اتفاقی بود. ریزو با استفاده از فرصت نوعی دارو به بل داد که برای مدتی محدود تنفس اونو قطع می‌کرد. بعد از اینکه بل به هوش اومد، ریزوی بدجنس به سزای عملش رسید. وای، نه نه نه، خواهش میکنم، من کاری نکردم. وای وای، یکی به داد من برسه. وای. بعد از این ماجرا سباستیان و بل توسط ماروکا با هواپیما به طرف گرانادا برا افتادن. این در حالی بود که گارایاس برای خداحافظی و معذرت‌خواهی از سباستیان به دنبال اونا اومده بود، ولی ماروکا و سباستیان از ترس اون که گارایاس دوباره به فکر به دام انداختن بل نباشه، ترجیح دادن که از درون هواپیما با اون خداحافظی کنن. کاش میتونستم از این جلوتر ببرم ات سباستیان، ولی میترسم خودم نتونم برگردم، بنابراین مجبورم همینجا برم پایین. موفق باشی سباستیان، به مادرت سلام منو برسون. متشکرم خانم ماروکا. میدانستم مادرم خوب است. خیلی مواظب باشی. حالا چجوری اینو ببرم خونه؟ من دیگه خسته شدم، نمیتونم اینو ببرم. یه پسر بچه یه غریبه است. باید حسابی ازش استفاده کنم. آی کمک، وای خدا جان، کمک. وای ببینم چی شده آقا. هیچی پسر جون، میخواستم اینو بلند کنم ببرم که یه دفعه کمر درد گرفتم. خیلی بد شد. ببینم میخوایی اینو ببرین آقا؟ آره پسرم، یعنی تو میخوایی برام بیاریش پسرم؟ خیلی ممنونم، خیلی لطف داری، این روزا مردم کمک نمی کنم. خیلی خوب، بیا ببرش. راستش خیلی سنگینه. به تو نمیخوایی به من کمک کنی؟ آخه این خیلی خیلی سنگینه. چی شد؟ یعنی اون سکرفایی تو رو میفهمه؟ بله، علاوه بر این که حرفمو میفهمه خیلی هم قویه. خیلی خوبه پسرم، پس این سگ بی نظیره. هی ببینم اسم تو چیه پسرم؟ سباستیان، اسم اینم بله آقا. ببینم تو اهل کجایی سباستیان؟ اهل شمال. همونطور که گفتی واقعا بل سگ قویه. چطوره یه مدت خونه من بمونی سباستیان؟ اسم من پانچوه، بیرون دهکده یه مهمون خونه دارم. ولی من پولی ندارم که اونجا باشم آقا. نمیخواد نگران پول باشی، میتونی در عوضش با این جور کارها کمکم بکنی پسرم. متشکرم آقا، لطف داری. آهای
من اومدم. هیچ معلومه این همه وقت کجا بودی؟ خب تو را داشتم میومدم، کمر در گرفتم و اینا بهم کمک کردن. اسم این سباستیانه و اونم بله. آه خیلی لطف کردین که به شوهرم کمک کردین. آه میشه بذاریش تو سباستیان؟ من دیگه نمیتونم بلندش بکنم. بله آقا، بیا به. بهتره اینجا نگرشون دارین تا برامون کار کنن. اگه از خونه فرار کرده باشه مجبور نیستیم بهش پول. آره آره، فکر خوبیه. حتما خیلی گرسنه ای سباستیان، بیا بخور. خیلی ممنون خانم. بیا بخور. به چی داری نگاه میکنی؟ بلم کار کرده، باید غذا بخوره. آره آره درسته، پاک فراموش کرده بودم. خیلی متشکرم. بیا یه سوپ ذرت. ممنونم خانم. خیلی خوب بخور. به غذا چطوره پسرم؟ خیلی خوبه آقا. خوبه. پس اگه از اینجا خوشت اومده چطوره یه مدت اینجا بمونی؟ ولی گفتم که من باید برم بگردم دنبال مادرم. مگه میدونی مادرت کجاست؟ ببینم میدونی کجا زندگی میکنه؟ بله، با گروه کارلوس سفر میکنه. آه با گروه کارلوس داره سفر میکنه؟ مگه شما این گروه رو میشناسین؟ ببینم اسم مادرت چیه؟ ممکنه بگی؟ بگو ببینم اسمش چیه پسرم؟ اسمش ایزابله. گفتی ایزابله؟ وو ایزابل؟ شما مادرم رو میشناسین؟ اگه میشناسینش ازش برام حرف بزنین. بگین الان کجا؟ خب راستش میدونین من تو حالا مادرم رو ندیدم، نمیدونم چجوریه. آه راستی؟ ولی به نظر من بهتره دیگه دنبالش نگردی پسرم. آخه برای چی؟ ولی تو کار بدی داری میکنی. نمیدونی من نمیخوام اینو بهت بگم، ولی خب حقیقتشو بخوای مادرت بهار گذشته اینجا بود. اون موقع به ما گفت که نمیخواد بچه داشته باشه چون حوصله این حرفا رو نداره و میخواد راحت باشه. اون به ما گفت که حوصله اینجور کارا رو اصلا نداره تا بتونه کاملا به کارهای خودش برسه. باور کن هر چی میگم این حقیقت پسرم، من راست میگم. مادرم اینو گفت؟ مگه نگفت؟ زنگ چیزی بگو. چرا همینطوره؟ به خود ما گفت که نمیخواد بچه داشته باشه. مادرم اینو گفت؟ چطور ممکنه این حرفو زده باشه؟ پس چرا ساکتی؟ یه چیزی بگو دیگه. من تا حالا تو عمرم زنی به این بی‌رحمی ندیدم. مادرم خودت خوب فکر کن پسرم، اصلا چرا تو رو ول کرد و رفت؟ همه پدر مادرها بچه هاشون رو دوست دارن، ولی اون تو رو ول کرد. پس حتما یه چیزی. آره آره حتما تو باعث ناراحتی اون بودی چه گذاشته رفت. درک بیچاره، دلم براش میسوزه، خیلی دلم براش میسوزه. مادرتو فراموش کن سباستیان. اصلا چرا یه مدت همینجا نمیمونی؟ ما خوب ازت مراقبت میکنیم، اصلا نمیذاریم آب تو دلت تکون بخوره. من خیلی مهربون تر از ایزابلم، مثل که مادر ازت پرستاری میکنم. مادر من از اینجور زنان نیست. آه؟ میشه به من بگین چه کاری هست بکنم؟ آه پدر بزرگم به هم گفته برای آدمایی که به هم محبت میکنن در عوضش کار بکنم. آه اینو جدی میگی پسرم؟ خیلی خوب، میتونی بری از چشمه برامون آب بیاری سباستیان. البته چشمه از اینجا زیاد دور نیست، کار زیاد سختی هم نیست پسرم. آفرین بچه باهوش. این بهتر نمیشه. ببینم به تو باور میکنی مادرم منو گذاشته پیش پدر بزرگ چون که من مزاحمش بودم؟
حالا میتونیم یه زندگی راحتی داشته باشیم بدون دغدغه. مادر، سباستیان از حرفای پانچو و زنش ناراحت شد و به گوشه نشست و به فکر فرو رفت. اوه عجب سگ بزرگی. ببینم تو کی هستی پسر؟ گمان نمی کنم تا حالا دیده باشم. درسته، من از یه جای دور اومدم. بهتره بری خونتون و الا مادرت عصبانی میشه ها. من دیگه به مادرم فکر نمی کنم. چی؟ چطور ممکنه؟ آه یعنی تو سباستیانی؟ مادر من مطمئنم مادر این سباستیان ایزابله و ایزابلم الان توی گروه کارلوسه. آره این پسر ایزابله، ولی چی شده که اومدی اینجا؟ سباستیان از کوههای پیرنه این همه راهو تنها اومده که مادرشو ببینه. جدی میگی؟ این همه راهو؟ ولی فکر میکنه که مادرش اونو دوست نداره، خیلی ناامید شده. مادرت تو رو دوست نداره؟ چطور؟ همچی فکری کردی؟ نه پانچو گفته، پانچو بهش گفته که مادرش دوستش نداره. پانچو که آدم نیست. نه حرفای اون مردو باور نکن، چون دروغگوی بزرگه پسرم. من مطمئنم که اون خواسته تلافی کنه، 100% مطمئنم. من کاملا این مرد زیرک و درو رو میشناسم. خواسته تلافی کنه. تلافی بکنه؟ سباستیان وقتی پانچو منو اذیت میکرد مادر تو بهم کمک کرد و از دست اون منو نجات داد. مادر من به تو کمک کرد؟ درست یه سال پیش بود تو زمستون پارسال. اون وقت من مونده بودم پیش پانچو. برو ببینم دختر، زود برو اینو پرو چوب کن و برگرد. البته تا پر نشه نباید برگردی اینجا. معذرت میخوام آقای پانچو، امروز حال من اصلا خوب نیست. ببینم بازم میخوای از زیر کارشونه خالی کنی؟ آره مادرت که اصلا پولی برای ما نمیفرسته، بنابراین باید کار کنی تا خرجت در بیاد. یالا دیگه زود باش دختر، بعد باید بری آب بکشی بیاری، بعدم اتاقا رو تمیز کنی. تا این کار تموم نشه از غذا خبری نیست. یالا دیگه معطل چی هستی؟ حالم خیلی بده، به اندازه کافی هیزم نبود و سرم شروع کرد به گیج رفتن. به مادرم فکر میکردم که رفته بود کار کنه، میترسیدم نکنه مادرم منو فراموش کرده باشه. حالا حالت خوبه دخترم؟ ببینم بهتری؟ مادر مگه مادرت کجاست دخترم؟ ببینم اصلا تو اهل کجا هستی؟ ایزابل این نامه تو جیبش بود، من پیدا کردم. الیسا، ببینم مثل اینکه اسمت الیساست نه؟ من میخوام برم پیش مادرم خانی، میخوام برم مادرم رو ببینم. این از شهر ساحلی فرستاده شده، از اینجا زیاد دور نیست، فکر میکنم نزدیکه. یه نفر رو با این نامه بفرست دنبالش، زود این کارو بکن. میرم با آقای کارلوس صحبت میکنم. خیلی خوب.
نگران نباش دخترم، مادرت به زودی میاد اینجا به دیدنت. متشکرم خانم، ولی مادرم منو فراموش کرده. این چه حرفی، امکان نداره دخترم. تو باید اینو بدونی که مادرت هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنه. اصلا نگران نباش عزیز دلم. مادرت منو از روی زمین پیدا کرده بود و بعدم برده بود توی گاری پیش خودش. مادرم این کارو کرد؟ بعدش هم انقدر ازم مواظبت کرد تا مادرم برگشت پیش. تازه این آخر کار نیست، با من اومد پیش پانچو تا باش حرف بزنه. قضیه یه پولی رو که بابت الیسا فرستاده پیشه، درسته یا نه آقای پانچو؟ آره. خیلی خب پولش رو بهش بده. ولی میدونین چی آخه؟ بهتر زودتر پولش رو بهش پس بدی، وگرنه ممکنه اتفاقات بدی اینجا بیفته و برای کار شما درست نیست. خیلی خب دیگه زودتر پولش رو بهش پس بده، بذار بره. خیلی خب باشه، پولش رو بهش پس میده. اصلا من همیشه اینطور وقتا عصبانی میشم و همه چیزو بدون ملاحظه به هم میریزم. نمیدونم اگه ایزابل نبود چه وضعی پیش میومد. حالا فهمیدی، برای همینم پانچو از مادرت متنفره. ظاهرم باید دوباره آستینمو بالا بزنم و برم پانچو رو ادب کنم. دیگه احتیاجی نیست، خیلی متشکرم. برای چی احتیاجی نیست؟ نباید همینطور بذاریم اون هر کاری میخواد بکنه. چون حالا میدونم که مادرم خیلی خوبه، خیالم راحت شد. درسته الیسا، اونم درست مثل مادرش مهربون خوبه. منم یه پسر دارم که ازم دوره، یه پسر دارم که اسمش سباستیانه. اونو از بعد به تولد سپردم به یه خانواده، تا حالا هم هرگز ندیدمش، ولی امیدوارم در آینده نزدیک ببینم. ببینم واقعا این حرفو زد؟ آره معلومه که زد. خوبه سباستیان، تو هنوزم میخوای از پیدا کردن مادرت منصرف بشی و برگردی بری خونه پیرنه؟ نه، میرم بگردم مادرم رو پیدا کنم، کسی هم نمیتونه جلو ما بگیره. امیدوارم این طور بشه. امشب اینجا بمون و فردا حرکت کن پسرم. خدا رو شکر مادرم همونطوریه که فکر میکردم. اون کوه هست. ممنونم، بالاخره یک کسی اونجا هست که از مادرم خبر داشته باشه. وقتی دیدیش از طرف ما سلام برسون و تشکر باشه. کن باشه، اینو بگیر پسرم. ازتون متشکرم. خب دیگه خدا حافظ، موفق باشین خانم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.